با سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین به کانال من خوش اومدید امروز جلسه 15 رو با هم دیگه داریم و قراره که فعل صحبت کردن رو با هم یاد بگیریم صرفش کنیم و یه مکالمه کوچیک هم در دو حالت رسمی و غیر رسمی با هم دیگه داشته باشیم اما قبل از اینکه بریم سراغ درسمون میخواستم اینو بگم که با این جلسه یعنی با, جل... با اتمام جلسه 15 هم ما درس اول سطح آ اینس رو با همدیگه تموم کردیم البته تا به الان یکم طول کشید به خاطر اینکه از پایه شروع کرده بودیم اما بعد از این یه مقدار سرعت در واقع رو به جلومون بیشتر میشه و میتونیم یک مقدار سریعتر پیش بریم اگر تا به الان کانال منو سابسکرایب نکردین ازتون خواهش میکنم اگر دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم فعال کنید که ویدیو که آپلود میشه اعلانش برای شما بیاد خب میریم سراغ درسمون فعلی که ما اینجا داریم فعل صحبت کردن هست یعنی مستر فعل صحبت کردن که به آلمانی میشه پرشن، شپرشن ما در این مورد قبلا صحبت کرده بودیم که اگر حرف اس پیش پ پی یا ت قرار بگیره ش تلفظ میشه اینجا هم به همین شکل در این فعل شپرشن میگیم شپرشن خب فعل رو صرف میکنیم در شش تا شخص سه تا شخص در واقع اول که مفرد هست و سه تا شخص دوم که جمع هست ایش شپرشه من صحبت می کنم. دو شپریشت. تو صحبت می کنیم. ار زی اس شپریشت. او صحبت می کند. او مزکر معنیس و خونسا. وی ما صحبت می کنیم. ای شماها صحبت میکنین. زی زی شپریشن. آنها صحبت می کنند و شما شماهای حالت در واقع رسمی شما صحبت می کنید پس این شد صرف فعل اشپریشن در شش تا شخص من تو او ما شماها و ایشان و شما که حالت رسمی داره اگه دقت کرده باشین تو صرف افعال بهتون گفتم که تو فعل‌های یعنی میشه گفت قاعده کلی این هست که در صرف فعل در زبان آلمانی شخص اول که همون ایش هست من یه ای میگیره شخص دوم اس و ت در آخر میگیره شخص سوم او یه ت میگیره شخص اول در حالت جمع ای این میگیره شخص دوم در حالت جمع فقط ت میگیره مثل اینجا و شخص سوم و شمای معدبانه هم ای این میگیره خب اینجا این فعلی که ما اینجا داریم پرشن هست ما گفتیم برای صرف ای این رو ور می داریم از آخر مستر ریشه فعل که اینجا باقی میمونه رو میذاریم تو تک تک اشخاص بعد این قاعده رو توش پیاده میکنیم همونطور که میبینیم تو اول شخص دوم شخص و سوم شخص جمع این قاعده در واقع رعایت شده اما این قاعده در دوم شخص و سوم شخص یه جورایی رایت نشده در واقع قاعده رایت شده اما شکل فعل عوض شده فعل ما از حالت ش... حرف ا در قسمت مستری تبدیل شده به ای دقت کنید به جای اینکه بگه اشپرشت میگه اشپریشت و اشپریشت دو اشپریشت ارزی اس شپریشت اینجا ما سه رو داریم که ولی اینجا فقط یه ت داریم و اینجا ای تبدیل ا ای اینجا ا ای تبدیل به ای شده و اینجا هم همچنین و این هم گفتم که این تغییرات تو بعضی از افعال صورت میگیره در موقع صرف و بیشتر این تغییرات رو ما در اول شخص دوم شخص و سوم شخص مفرد میبینیم گاهی اوقات فقط دوم شخص و سوم شخص داره گاهی اوقات اول شخص هم این تغییرات صورت میگیره اما بیشتر اوقات این تغییرات تو دو دوم شخص و سوم شخص مفرد یعنی تو تو صحبت میکنی او صحبت میکند در دوم شخص مفرد یعنی تو و در سوم شخص مفرد یعنی او فرقی نمیکنه مذکر مؤنث یا خنثی باشه خب این شد صرف فعل شپریشن یک بار دیگه من این رو تکرار میکنم اش شپریشه دو شپریشت ار زی اس شپریشت وی شپریشن ای شپریشت زی زی شپریشن اینجا را نگاه کنید اینجا ریشه فعل ما عوض نشده اینجا در واقع همون ای رو داره شپریشت فقط دوم شخص و سوم شخصی که این تغییرات رو به خودشون میگیرن حالا میریم سراغ مکالمهمون که از این فعل تو مکالمهمون استفاده کردیم خب اینجا ما یه مکالمه غیر رسمی و سمیمانه رو داریم بین دو تا دختر و پسر که همدیگه رو تازه دیدن و میخوام با همدیگه آشنا بشن یکیشون میپرسه که سلام حالت چطوره اینجا این در واقع دختره هست که اینو میپرسه اینجا رو هم میتونیم سفیدش بکنیم دختره میگه هالو پسر میگه هلو وی هایستو سلام سلام اسمت چیه دختره میگه ایش هانا من هانا هستم بعد پسر سوال میپرسه ازش ولچه شپراخه شپریشت خب اینجا در واقع درس اصلی امروزمون هست که در مورد زبان طرف مقابل هست که میخوایم بپرسیم به چه زبانی صحبت میکنی این که به چه زبانی صحبت میکنی چه زبانی را صحبت میکنی میتونیم با حرف پرسشی ولشه استفاده بکنیم ولشه ولچه به معنی کدام هست یعنی تحت لفظی معنی کلمه میشه کدام شپراخ میشه زبان چه زبانی یا کدام زبان را شپریشتس دو صحبت میکنی تو ولش شپراخ شپریشتس دو کدام زبان را صحبت میکنی تو این معنی تحت و لفظیشه ولی اگه بخوای معنی اصلیشو بگی معنی کلیشو میشه به چه زبانی صحبت میکنی یا کدوم چه زبانی را صحبت می تو چه زبانی رو بلدی و صحبت می کنی؟ Welche Sprache sprichst علامت سوال هم داره. یه سواله. به چه زبانی صحبت می کنی؟ دختره میگه گه. سرف کردیم فعلو Ich spreche Deutsch und Polnisch. من صحبت می کنم آلمانی و لهستانی. Ich spreche Deutsch und Polnisch. من صحبت میکنم آلمانی و لهستانی این پولن میشه لهستان و زبانش رو به این شکل می نویسن پولنیش یعنی زبان لهستانی بعد دوباره پسر ازش یه سوال دیگه میپرسه میگه که شپریشت دو آخ انگلیش میگه صحبت میکنی همچنین انگلیسی این حالت تحت لفظیشه و من یک کلیش اینه انگلیسی هم صحبت میکنی Sprichst du auch Englisch? Auch منی هم جنینه. انگلیسی هم صحبت می کنی. دختری میگه گه yeah, Ja, ich spreche nur ein بله, من صحبت می کنم یه مقدار کمی انگلیسی. خب, این bisschen میشه یه مقدار کم nur به معنی فقط هست. فقط یه کم بلدم. یعنی معنیش مفهوم کلیش اینه. بله آره صحبت میکنم اما چی اینجا گفته بله صحبت میکنم یه مقدار انگلیسی یه مقدار کم انگلیسی پس یه بار دیگه با هم مرور میکنیم هلو هلو وی هایستو اش بین هانا من هانا هستم میتونست اینجا بگه ایش های هانا ولی خودم اینجا اینجوری نوشتم که دوباره برامو یه یاداوری بشه که میتونیم به چند شکل خودمون رو معرفی کنیم ایش بین هانا ولچه شپراخ شپریشت دو ایش شپریش دویچ و پولنیش به چه زبونی صحبت میکنی؟ میگه من صحبت میکنم آلمانی و لهستانی. به سری میپرسه شپریشت تو آخ انگلیش؟ انگلیسی هم صحبت میکنی هانا میگه یا اشبرش این انگلیش من صحبت میکنم فقط یه مقدار انگلیسی خب میریم سراغ مکالمه بعدیمون